با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این چهارمین روز از نهمین ماه در پانزدهمین سال از سومین هزاره، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسانند. همونطور که وعده کرده بودیم و روی صفحه مانیتور میبینید، روی صفحه اول وبسایت هم قرار میدیم، ما تلاشمون برای این استش که برنامه های روز بعد رو در صفحه اول وبسایت قرار بدیم، از این جهت یه جوری اطلاع رسانی کنیم و بعد هم در پیش از شروع برنامه تلاشمون این استش که تایتل برنامه رو بنویسیم و شخصیتی که باش گفتگو میکنیم رو از این طریق اطلاع رسانی کنیم. ولی شمایی که از طریق شماره تلفن 712 و یا احیانا رادیوهایی چون شادکست و تیونینگ و غیره پیگیر برنامه هستی، به عرضت میرسانم که گفتگو میکنیم با میهنیار عزیز، پزشک نازنین، جناب آقای دکتر مسعود نقره‌کار. مقالات آقای نقره‌کار رو یقینا دنبال میکنید و ما هم تلاش میکنیم که در بخش مقالات سایت میان تیوی مقالات خوب رو اونجا قرار بدیم. از جمله مقالاتی که همیشه قرار میگیره مقالات آقای دکتر نقره‌کار است و آقای دکتر نقره‌کار به این موضوع لات‌ها و نقش لات‌ها و لومپن‌ها در حکومت‌های استبدادی علی خصوص تو مملکت ما اشارات مستقیم دارد و این مطلب اخیرشون مربوط است به 28 مرداد و نقش لات‌ها و لومپن‌ها در این ماجرای کودتای 28 مرداد. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنم و از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان سلامی بکنم به آقای نقره‌کار و پرسش اولم رو آغاز بکنم به این که چرا این بخش در حقیقت از نظر ایشون نقش مهمی رو بازی کرده توی حوادث مملکت ما؟ چرا مثلا خب دانشجویان بودن، روشنفکران بودن، ولی چرا آقای نقره‌کار نقطه توجه خودش رو روی این بخش لات‌ها و لومپن‌ها قرار داده؟ اجازه بده با طرح همین پرسش بریم خدمت آقای نقره‌کار تا سوالات دیگر رو هم در همین زمینه مطرح کنیم. آقا درود بر شما. سلام و درود دارم برای شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. خیلی خوشحالم با شما هستم. در مورد سوالی که مطرح کردید، گروه‌های اجتماعی دیگه مثل دانشجویان، زنان یا کارگران، خب به اینها به اندازه کافی، البته نمیخوام بگم، ولی به اینها پرداخته شده و خب این گروه ها در جامعه ما نقش سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای داشتن و هنوز هم دارن. منتها یکی از گروه هایی که نقش سیاسی و اجتماعی ایفا کرده در رخدادهای مهم مملکت ما و به اونها پرداخته نشده و توجه نشده به گمان من و جامعه شناسی سیاسی ما کم اهمیت پنداشته این جریان رو، یا همینطور کوشندگان سیاسی و روشنفکری ما، اون گروه اجتماعی جاهل ها و لات ها هستن. من البته بارها گفتم واقعا مورخ نیستم و از زاویه یک تاریخ نگار به این مسئله نگاه نمی کنم. من بر اساس تجربه زندگی خودم که در محله جنوب شهر و با این مجموعه بزرگ شدم و شناخت دارم، تلاش کردم که نقش و جایگاه اینها رو نشون بدم. جدا از این مسئله، تجربه خود ما طی همین چند دهه اخیر نشون میده که این گروه اجتماعی واقعا نقش سیاسی و اجتماعی پر اهمیتی بازی کرده و چرا در واقع به طور دقیق بهش پرداخته نشده، این خودش یک سؤاله. شما نگاه کنید، اگر نخواهیم راه دور بریم، 28 مرداد، نگاه کنیم به خرداد سال 42، نگاه کنیم به انقلاب بهمن و امروز به حکومت، ببینیم که
و ببینیم که جاهل ها و لات ها چه نقش سیاسی و اجتماعی برحال پر اهمیتی نه تعیین کننده در این مقاطع داشتن، به ویژه 28 مرداد که شما هم بهش اشاره کردید. البته من بیشتر پرداختن به این گروه با این هدف بود که امروز نشون بدم اینها چگونه در حکومت اسلامی هستند و چه اهرم‌های مهم اقتصادی اجتماعی سیاسی رو در اختیار دارن. اما خود 28 مرداد اگر بخوایم یه ذره به گذشته برگردیم، میبینیم که خب این گروه اجتماعی جایگاه خاصی داشت، نقش ایفا کرد و متاسفانه برخورد دقیقا با مسئله نشده. من در این مقالاتی که شما اشاره کردید به این مسئله پرداختم که ما در رابطه با 28 مرداد بیشتر توجهمون با آقای شعبان جعفری و جاهل ها و لات هایی بود که به دربار تمایل داشتن، در حالی که نقش فدایان اسلام رو و جاهل ها و لات های اونها رو در زمین سازی بروز کودتا و بعد از کودتا ندیدیم. در واقع نقشی که در تداوم خودش حضور خودش رو در خرداد 42 نشون داد و بعد در انقلاب، یا نقش جاهل ها و لات های گروه های سیاسی که به هر حال نقش اپوزیسیون رو ایفا میکردن. به هر حال تجربه و همینطور واقعیت ها و اسناد نشون میده که این گروه اجتماعی یعنی جاهل ها و لاتا نقش ایفا کردن، متاسفانه دیده نشدن، بهشون توجه نشد تا انقلاب بهمن، که در انقلاب بهمن دیدیم که اینها چگونه به یک پای حکومت اسلامی بدل شدن. ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که من اتفاقا داشتم با آقای مهندس شریعت مداری ساعت پیش صحبت میکردم، دیشب با دوستی صحبت میکردیم، نقل خاطره میکردیم و بعد به یادم افتاد که تو همین 57 این نقش اینا چه بود و از همون نقش هنوز هم استفاده میکنن، یعنی نقش لاتا و لومپنها و جوانای نمیدونم 22 ساله 23 ساله و اینها چگونه حالا یه اسلحه هم دستشون گرفته بودن و به جای اینکه با آدما حرف بزنن و استدلالی داشته باشن اسلحهشون رو میکشیدن و ما این ماجرا رو دیدیم تو تمام اون دوران انقلاب، اون دورانی که سرو گشتن بهار آزادی هم دیدیم که اینا چجوری هجوم میوردن و بازم با ضرب جسه میز کتاب به هم میزدن، کتاب ها رو پاره میکردن و این منش با اینا اصلا یه جوری تنین با هم دیگه در هم تنیده شدن و تفکیک ناپذیرن. میخواستم ببینم که روحانیتی که در حقیقت خودش رو یه مقام نمیدونم منتسب به خدا و از اخلاق حرف میزنه، چه چیزی شما درش دیدی که این تونسته خودشو با این بخش از جامعه پیوند بزنه؟ آیا او پیش قدم بوده است در این ماجرا یا اینکه لاتا و لومپنها تو این ماجرا در حقیقت متقاضی من پیوند خوردن با این طبقه بودن؟ اونو چجوری تعریفش میکنی؟ ببینید دو طرفه در واقع بوده، روحانیت قدرت دینی مثل قدرت سیاسی مثل دربار، اینها پی برده بودند که یک برحال گروه اجتماعی در جامعه هستند، یک دست قشری در جامعه هست که اینها به دلایل ویژگی های شخصیتی و رفتاری و روانی می توانند به عنوان ابزار سیاسی و یا ابزار پیشبرد خواستای اونها عمل بکنن. به همین خاطر این دو قدرت سیاسی و قدرت دینی با شناختی که از این گروه اجتماعی پیدا کرده بود به این گروه اجتماعی نزدیک میشد و سعی میکرد که از این ابزار استفاده بکنه. با توجه به همونطور که عرض کردم ویژگی های شخصیتی روانی و رفتاری و سطح سواد و دانش و فرهنگ این مجموعه و همینطور ویژگی مذهبیشون، اینها تمایل داشتن که به یک ابزاری تبدیل بشن. تا حدودی
این تبدیل به ابزار برای خود این جاهل حالات ها هم یک نوع هویت بود، یک نوع کسب هویت بود، یک نوع کسب اتکا بود. بنابراین از اون سو تلاش میشد از این ابزار استفاده بشه برای پیشبرد سیاست ها به شکل‌های مختلف. حالا به شکل‌های 28 مرداد دیدیم، خرداد 42 دیدیم و غیره، یا شما اشاره کردید در مقطع انقلاب دیدیم به اشکال مختلف. و از اون سو هم اون گروه اجتماعی فی الواقع نیاز به این اتکا و به این هویتی که عرض کردم داشت. بنابراین در یک مناسبات دو طرفه اینها با هم همکاری می کردن و به ویژه از اینها استفاده می شد. منتها در مقطع انقلاب و به ویژه روحانیت، البته سلطنت هم به نوعی، ولی روحانیت یک همخوانی هایی، من بارها در این برنامه ها گفتم، یک همخوانی ها و همپوشانی هایی هم با جاهل ها و لات ها داشتن. یعنی اصلا آخوندها نگاه بکنید به لحاظ فرهنگی آن ویژگی که تشیع داره، خب میدونید حضرت علی رو به عنوان تجلی یکی از لوتی ها و جاهل ها و یا به قول خودشون حالا با تعابیر دیگه تلقی میکنن و معرفی میکنن و داشت اون منشو. البته منظور من این نیست که درست آنچه که جاهل ها داشتن، ولی میخوام بگم ویژگی تشیع هم کمک میکرد. آخوندها شخصیتن و رفتارن هم خانی هایی هم داشتن، حالا چه به لحاظ اقتصادی نزدیکیشون با بازار یا به هر حال کسبه و میشه گفت کسبه های خورده با هم، محل زیستشون که غالبا در جنوب شهر و یا مناطق شبیه جنوب شهر بود، یک مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و مذهبی اینها رو به هم نزدیک میکرد. و خب از همین زاویه هم روحانیت تونست از اینها استفاده بکنه، در به ویژه در 15 خرداد 42 و در مقطع انقلاب بخشی از این جاهل ها و لات ها که نمونهش همون حاج مهدی عراقی و یا محسن رفیق دوست نمونه هایی هستن، اینها در واقع دیگه خود میشه گفت جاهل ها و لات هایی بودن که متدین شده بودن و به آخوندیزم و خمینیزم خیلی نزدیک شده بودن. خب ما یه چیزی که شما خوب نکته رو اشاره میکنی، یه همخوانی با هم دارن. یعنی اگه ما حتی به این نظام حالا از گذشته اگه بخوایم نگاه بکنیم، مثلا تو همون دهه 20 که بهها کار به کودتای سال 32 کشید، یک گروهی از اینا به سرکردگی نواب صفوی، خب اینا اومدن این فدایان اسلام رو درست کردن، ولی همزمان با اونها خب شخصیت های دیگری هم بودن در همون کسوت روحانیت و اونا هیچ وقت نیومدن توی داستان همصدا بشن با نواب صفوی و فدایان اسلام. و حتی مثلا اگه توی این داستان جمهوری اسلامی هم که نگاه بکنیم، علارغم اینکه یه حکومت آخوندی است، ولی توان حتی تولید آخوند رو هم نداشته. یعنی اینکه میزان آخوندی رو که دوره محمد رضا شاه تولید شد، آخوند باسواد، آخوندی که دانشگاه بره، آخوندی که با علم روز آشنا بشه، تعدادشون به مراتب بیشتر بود تا آخوندی که امروز در دوران جمهوری اسلامی شما نگاه میکنی نمیبینی همچی آدمایی رو، نمیبینی همچی وزنهایی. باز هم اینها همون قشر، در حقیقت وقتی رفتارشون رو نگاه میکنی، به این علم الهدا گوش میدی، به اون احمد خاتمی گوش میدی، اونا رو هم در حقیقت میبینی که بازم متفاوتن، یه جوری لاتن، اصلا روحانی کسوت روحانی نداره، یه روحانی لاته. سوالم اینه که این چه چیزی باعث میشه که در حقیقت این نتواند، این آخوند دیگر زورش به این یکی نمیرسه؟ این فقط به خاطر اینکه این لات زورش زیاده است؟ چه عوامل دیگه ای باعث میشه که اون یکی نتونه بر بکشه؟ ببینید، در میان آخوندها و روحانیت به هر حال میدونیم که طیف‌های مختلفی وجود داره. اینها
هم به لحاظ شخصیتی، هم به لحاظ رفتاری، هم به لحاظ قرائتشون از دین، تشیع و به هر حال اون شاخهای دیگه مذهبی ای توجه بکنیم، حالا اگر همه آخوندها رو بخوایم یک مجموعه، یک صنف معین در نظر بگیریم، طیفهای مختلفی وجود داره در این صنف و در این مجموعه. خب ما میبینیم مثلا روحانی مثل آیت الله طالقانی تو این صنف هست و یک روحانی هم مثل آیت الله گیلانی و از این نوع تفاوت شخصیتی ها، شخصیت ها بسیارن. بنابراین باید به شکل یک طیف اینا رو نگاه کرد. اینها همونطور که گفتم قرائت هاشون هم متفاوته. نواب صفوی رو اشاره کردید. خب نواب صفوی یا فدایان اسلام به دنبال این بودن که احکام اسلامی رو و حکومت اسلامی رو در جامعه پیاده کنن و خودشون هم به این نتیجه می رسیدن گاهی از طریق بحث و فصل نمیشه، باید ترور رو زور به کار بود. خب خیلی از آخوندها با اینا هم صدا بودن، آیت الله کاشانی در یک مقاطعی و روحانی های دیگه، ولی خب بودن باز روحانی هایی که نظرشون این بود نه، در واقع روحانیت و آخوندها میباید به امر سیاست دخالت نکنند، در این حد به مسئله مسائل حکومتی فکر نکنند و مشابه اینو نظرات. بنابراین اینها یک طیف میشه گفت متنوعی هستند. در میان همین آخوندها خب مجموعه هستند که من اسم اینا رو گذاشتم آخوندهای جاهل و لات. درست همون ویژگی ها و شخصیت های جاهل ها و لات ها رو دارن، همون منش، همون روش، همون زبان و در واقع با همون کردار. شما هادی غفاری رو در نظر بگیری، من بارها گفتم در برنامه خود شما، یا جعفر شاجونی رو در نظر بگیرید، ببینید اینها در واقع همون جاهل ها و لات ها هستن، منتها معمم هستن. تمام رفتار و کردارشون در واقع رفتاری است که فرض کنید طیب حاج رضایی داشته. البته طیب حاج رضایی یک لوتیگری ها و جوانمردی هایی داشته که این آخونده نداشتن و ندارن، تفاوتشون تو ایناست. به هر حال بخواهم بگویم اونها یک طیف میشه گفت یک دستی نیستن، طیف مختلفی هستن و از آخوند جاهل و لات شما توشون میتونید ببینید تا آخوندهای آدمکشی مثل یا تروریستی مثل طیف نواب صفوی که البته خب ظاهرا معمم نبوده گاهی، و تا آخوندهایی که به هر حال تا حدودی روشنندیش بودن و نگاه نسبتا مترقی داشتن در مقایسه با سایر آخوندها. اخیراً صحبت میشه که مثلا خمینی هم تفکرات نواب صفوی رو داشته. میخوام بدونم که این بازم تو همون خصلت لاتی این رو قرار میده، این گرایش از اونجاست، یا اینکه مایه پایه دیگری هم میتونی برایش متصور بشی؟ چیه اصل این ماجرا؟ اصلا این داستانی که این تمایل داشته که همون حکومت اسلامی رو که نواب راجب شرف میزده خمینی هم میخواسته همون رو پیاده کنه، صحت داره اینو شما که تو کار این تحقیق در مورد این وضعیت لاتا و نقشش در این روحانیت هست، این رو بهش برخوردی؟ چیه ماجرا و آیا این به خاطر همون خصلت لاتمنش بودن خود خمینیه یا اینکه گونه دیگر است؟ فدایان اسلام، واقعیتش این هست که فدایان اسلام یک سری از اعضا و حتی رهبری و کادراشون تیپایی بودن که میشه بهشون گفت تیپای جاهل و لات بودن. برخیشون خب این ویژگی ها رو نداشتن، در واقع نمیشه گفت همه فدایان اسلام دارای این ویژگی و این شخصیت بودند به لحاظی که بتونه اونها رو تعریف بکنه و قرار بده تو این گروه اجتماعی. منتها هم جاهل و لات داشتن و هم از این جاهل و لات ها استفاده می کردن. نواب صفوی خود حاج مهدی عراقی می گوید که یکی از در واقع اهدافش و خواستاش این بوده که
خب بخواست به زبان خود اون لوتی ها و اوباش رو سازمان بدن و فدایان اسلام از اون استفاده بکنن. تو فدایان اسلام هم مثل حاج مهدی عراقی تمام ویژگی ها و خصائل جاهل ها و لاتا رو داشت، در رهبری فدایان اسلام بود و همون 28 مرداد هم به ویژه در مقطع انتخابات مجلس 16 نشون میده که واقعا خب یک شخصیتی یک جاهل و لاته. خمینی در واقع تا اونجایی که من اطلاع دارم خب اوائل تمایلی به فدایان اسلام نداشت و حتی بعضی مطرح میکنه حاج مهدی عراقی که به شیوه هایی که فدایان اسلام اتخاذ میکردن انتقادهایی هم داشته، ولی خب به تدریج ما میبینیم که بعد از اینکه فدایان اسلام در واقع اعدام نواب صفوی و تعداد دیگری از اونها و تبدیل فدایان اسلام به هیئت‌های مختلفه، هیئت‌های مختلفه خیلی به خمینی نزدیک میشه و به هر حال چون مسئله بازار و ارتباط با بازار و ارتباط خمینی با بازار و مجموعه از اینها مطرح بوده، به هر حال به ویژه از طریق حاج مهدی عراقی یا عسکر اولادی و دیگران به خمینی نزدیک میشن و جزء پیروان هیئت مختلفه، در واقع جزء پیروان خمینی قرار میگیره. ولی اینکه در ابتدا دیدگاه ها یکسان بوده، اولا خمینی هم اون موقع جوان بوده دیگه، ولی اینکه واقعا دیدگاه ها یکسان بوده خب اینطور نبوده، به نظر میاد اختلاف هایی بوده که به تدریج نزدیک میکنه اینها رو به هم. ولی خمینی به لحاظ شخصیتی هم دوران کودکیش رو اگر نگاه بکنیم و هم نوجوانی و بزرگسالیشو، یک شخصیت لجباز، یک شخصیت یک دنده و یک شخصیت تا حدودی نترس اگر بخوایم بگیم و ماجراجو بود، یک شخصیت اینگونه‌ای داشت. اینکه بشه در چارچوب یک شخصیت جاهلی و لاتی قرارش داد من لااقل نمیبینم، ولی یک سری ویژگی‌هایی داشت که اینها نزدیک میکنه به پاره ای از ویژگی‌های جاهلا و لاتا، همون پرخاشگری، نترسی یا اون ویژگی‌هایی که ماجراجویی، فصل الخطاب بودن که من می‌خوام حرف آخر رو بزنم و این نوع مسائل و ویژگی‌ها که خمینی رو تا حدی نزدیک می‌کرد. ولی به گمان من نه، نمی‌تونیم خمینی رو تو اون چارچوبی قرار بدیم که لااقل من ازش به هر حال یک مؤلفه‌ای رو مستفاد کنم. امروز اگر که شرایط امروز رو بخوایم در نظر بگیریم، بازم ما همین داستان رو به نوعی از آنها میبینیم. یعنی مثلا شما اشاره میکنی به آدمایی مثل شجونی و غیره، یا مثلا حتی در توی داستان سپاه و غیره هم شما باز این لاتا و اینا رو میبینیم، مثلا یا آدمی مثل قاسمی، یا آدمی مثل همین عزیز جعفری که خودشون بهش میگن عزیز دیوونه و اینها. خب ولی در کنار اینا هم شما میبینی یه سری آدم های دیگه هم وجود دارن، یه ذره معقولترن، ظاهرن این گونه خودشونو به نمایش میذارن که ما معقولتر از اون دیگری هستی. این نبرد تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه به نظر شما؟ این ماجرا رو چجوری صحنه رو میبینی؟ این نبرد در حقیقت بین اون گروه و این گروه لاتا، این آیا داستانش به کجا میرسه عاقبت کارش؟ من اشاره کردم خدمتتون، به هر حال به عنوان یه گروه اجتماعی، یه پدیده اجتماعی انسانی، خب یه پدیده ایستایی نیست، یک تعریف روشن با برشمردن یک سری خصائل پایدار نمیتونیم در رابطه با اینها به کار ببریم مثل هر گروه اجتماعی دیگه. کما اینکه در دوره مشروطه ما جاهل و لات نداشتیم، لوتی داشتیم. این لوتی ها به مرور با توجه به تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه دوچار تغییراتی شدن که بدل شدن به در واقع گروه اجتماعی جاهل ها و لاتا. ببخشید. این روند همینطور ادامه پیدا کرده. یعنی الان هم ما جاهل ها و لاتایی که در حکومت اسلامی میبینیم، فرض کنید با جاهل ها و لاتایی که سال 42 ازشون تعریف میدیم و بودن فرق کردن، تغییر کردن. این تغییر رو باید در اینها دید، یعنی در واقع
با توجه به تغییراتی که جامعه میکنه، این گروه اجتماعی هم دچار تغییر میشه. امروز خیلی از جاهلا و لاتا میگویند در تهران جوانانی هستند که همون خصایل جاهلا و لاتا رو دارن، ولی شیک پوشن، اصلا ظاهرشون، رفتارشون، کلامشون تفاوت کرده و به هر حال داره تبدیل میشه به یک مجموعه دیگه. یعنی این تغییر و تبدیل و اون دگرگونی ها رو باید دید. امروز میگوییم در حکومت جاهل و لات هست، ولی جاهل و لات و حکومت دیگه همطوری که گفتم اون تیپی که چه به لحاظ پوششی، چه به لحاظ رفتاری، چه به لحاظ سوادی حتی، اون جاهل ها و لات ها نیستن، ولی فی الواقع همون منش و روش رو دارن، همون ویژگی های شخصیتی رو متأ در یک قالب دیگه ای پیش میبرن. شما نگاه کنید، به گمان من محسن رفیق روز یک جاهل و لات متدینه، ولی ببینید الان در چه موقعیتی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی قرار گرفته، یا مثلا در میدونید هیبت یک روحانی شجونی هستش و بسیارانی دیگه. بنابراین این تغییرات رو باید دید. در واقع کلیشه‌ای همونطور نمیشه اینها رو مثل سال 42 یا سال 20 مرداد 28 28 مرداد 32 دید. این تغییرات رو باید دید و طبیعی هم هست که هرچه جامعه مدنی تر بشه و جامعه پیشرفت بکنه، این گروه ها تغییر خواهند کرد. البته ما میبینیم که اینها زمینه های اجتماعی و فرهنگی حضورشون به گونه ایست که شما امروز گروه های مشابه اینو در جوامع اروپایی، امریکایی و مترقی هم میتونید ببینید. بسیاری از گروه هایی که در خود امریکا هستن، از گنگ ها بگیرید تا گروه های مافیایی یا گروه های مختلف دیگه، اینها خیلی نزدیک میشن به گروه جاهل اولاد های ما با یه تفاوت هایی، در حال که جامعه میبینیم جامعه نسبتا پیشرفته ایه. بنابراین من فکر میکنم هرچی دموکراسی بیشتر جا بیفته و جامعه دموکراتیک تر بشه، این گروه اجتماعی و گروه های اجتماعی مشابه دچار تغییر خواهند شد. ولی همونطور که گفتم، امروز نمیتونیم دیگه در همون قالب ها و کلیشه های سابق اینا رو تو جامعه ببینیم. کما که شما مثال هم زدید، در خود سپاه، در ارتش، در وزارت اطلاعات، در وزارت ورزش، اینها حضور دارن، ولی با یک تغییراتی که باید به هر حال بهش توجه کرد. عرضم به حضور شما که خوشحالم که با شما اولا گفتگو میکنم، مثل همیشه یاد میگیرم، و این چیزی که در نکته آخر بهش اشاره کرده که اینو تو فرنگستون هم میشه هم اینا رو دید، یعنی لاتا و اینا رو میشه ببینی. ولی این سوالی که میخوام بکنم مربوط به این رنگ باختگیه که چگونه این رنگ میبازد. یعنی اینکه شما در جلسات گذشتم ما راجبه این حرف زدیم، شما توضیحاتی دادید، ولی دارم میخواد اینو بیشتر باز کنی که خب در دوران بعد از کودتای 28 مرداد، این لات ها تا مقطع سال 42 یه مفری پیدا کردن، مثلا شما می‌بینی شعبان جعفری صاحب مکنت می‌شود، باشگاه درست می‌کنه، غیره و زالک، و بعد در سال 42، وقایع سال 42 می‌بینی که یه عده‌ای از اینا رو می‌گیرن، تبعید می‌کنن، بیرون می‌فرستن از شهرها، بیرون می‌کنن، ولی بعدها این زیاد طول نمی‌کشه این دوران تبعید اینا، اینا رو یکی یکی برمیگردونن، حتی تو دستگاه های اجرایی، تو وزارتخونه ها و اینا، به اینا یه شغلی، یه چیزی به اینا میدن که سرشون گرم میشه. این چه اتفاقی میفته که این وسط، که این از اینجایی که شاه هست و رودمم سینش تاج شاهنشاهی میزنه و خالکوبیش همه شاه و محمد رضا شاه و ایناست، چه اتفاقی میفته که این در 57 چرخش میکنه به اون سم، اون رو چجوری شما میبینی این صحنه رو؟ 28 مرداد سال 32، یا اصلا اگر بشه گفت فاصله سال 29 تا 32، خب من همطوری که اشاره کردم و کم بهش پرداخته شده، جاهل ها و لات ها طیف های مختلفی رو تشکیل میدادن. طیف هواداران فدایان اسلام که حمله به چاپخونه ها و نمیدونم رفتاری که ما در کتاب ناگفته های
حاج مهدی عراقی میتونیم ببینیم، طیف شعبان جعفری که به دربار نزدیک میشه. البته شعبان جعفری میدونید که از فدایان اسلام شروع میکنه، طرفدار کاشانی میشه، طرفدار مصدق میشه و بالاخره جایگاه خودش رو پیدا میکنه به گفته خودش که طرفدار دربار میشه. یکم این طیف بود و طیفی هم که گروه های سیاسی مخالف داشتن از جاهل اولاد. در این تاریخ واقعا شعبان جعفری درست مطرح شد و نامش بر سر زبون ها افتاده به عنوان تجلی و مجموعه، ولی خیلی هم متفق القول هستند که طیب حاج رضایی و دار و دسته دوروبر طیب نقششون در 28 مرداد بیش از شعبان جعفری بود. یعنی ما در سال 32 در واقع طیفی رو میبینیم که شعبان جعفری یکی از اونهاست، ولی یک طیف وسیع و میشه گفت یک طیف گسترده است که میگوین نقش طیب خیلی نقش تعیین کننده تری از شعبان جعفری در بسیج جاهل ها و لات ها و اون رخداد ها بوده. بعد از 28 مرداد میدونید اینا بعد از 28 مرداد خب خیلی هم تشویق میشن، به لحاظ مالی کمکهایی بهشون میشه، به لحاظ ملکی همینطور. البته من اینجا اشاره بکنم که در مقالم هم گفتم که واقعا جاهل اولات ها رو نمیشه دلیل تمایلشون به حکومت ها و قدرت ها رو فقط مالی و ملکی دید، یک سری ویژگی های دیگه هم تو خود اینا عمل میکنه. اما بعد از 28 مرداد خب اینا خیلی تشویق میشن و تا سالهای 39 این دو یعنی این مجموعه یکی بوده. البته اختلافایی داشتن، شعبان جعفری و دار و دستش با طیب حاج رضایی و دار و دستش اختلافایی داشت، ولی در هر حال همه اینها جز هواداران و سمپاتای دربار بودن، در خدمت دربار بودن. متا شعبان جعفری ورزش باستانی مسئلهش میشه و باشگاه داشتن اون کارهای نمایشی که میدونیم، طیب هم میدان امین سلطان و تو اون بیزنس کاسبی کار خودش. منتها دیگه به تدریج از سال 39 و 40 به بعد در اینا انشقاق ایجاد میشه و خب بعضی ها مسائل مالی، مسئله انحصار موز، مسئله انحصار هندوانه، مسائلی که در بازار در میدان امین سلطان تر میشه، به هر حال شرایطی پیش میاد که طیب و گروهش تا حدودی از شعبان جعفری و دربار فاصله میگیرن. امروز طرفدارای حکومت اسلامی میگویند که طیب در سال 39-40 دچار یک تحول روحی میشه، یعنی حالا نمیدونم خواب نما میشه چه میشه، به هر حال نزدیک میشه به روحانیت. ولی خب واقعیت ها غیر از اینو نشون میده، داستان های زیادی هست. حالا من در کتابم که منتشر میشه آوردم نمونه هاشو. طیب همون سالها بزرگترین جشن رو برای تولد فرزند شاه میگیره که میدان مولوی رو فرش میکنه، چراغانی میکنه، همون سالها حمله میکنه به دفتر جبهه ملی با نزدیکانش، اون دفتر رو خراب میکنن. ولی خب از سال 40-41 به بعد تا حدودی دور میشه و نزدیک میشه به روحانیت. روحانیت هم در این مقطع طبق گفته آقای حاج مهدی عراقی این رو میفهمه و خودش رو نزدیک میکنه به این گروه اجتماعی، چون اینها تکیه داشتن، دسته داشتن، هیئت داشتن، آخوند و واعظ داشتن، به هر حال نزدیک میکنه، تا اینکه در خرداد 42 در واقع از این ابزار استفاده میکنه. اتفاقی که میفته، برگردم به سوال شما، عده‌ای از جاهل ها و لات ها، همه جاهل ها و لات ها مذهبی بودن، طیب عرقشون میخورد، دهنش آب میکشید، نمازشون میخورد، ولی یک طیف دیگه از جاهلا و لاتا بودن که متدین بودن. خب عرق‌خوری نمی کردن، کافه نمی رفتن، این کارها رو نمی کردن، ولی جاهل و لات بودن. اون طیف که نزدیک به فدایان اسلام بود در خرداد 42 و بعدش به ویژه با اعدام، به هر حال کار نادرستی که رژیم شاه میکنه، با اعدام طیب و حاج اسماعیل رضایی، اون طیف رو نزدیک به روحانیت نزدیکتر میکنه. و خب یه طیف مذهبی هم متدینی هم که میگم مثلا خود محسن رفیق دوست اون موقع، خود بچه های مسجد لورزاده یا خیلی هایی که هلوش حاج مهدی عراقی بودن، اینها دیگه جاهلا و لات های متدینی بودن که اون رو کارا رو نمی کردن. بعد از خرداد 42 اینها تقویت میشن،
اینها هستن که در انقلاب بهمن یه پایه حکومت میشن. شما ماشین خمینی که خمینی رو از اون ماشینی که خمینی رو از فرودگاه حملش میکنه به بهشت زهرا، رانندش محسن رفیق دوسته، اون آدمی که بالای ماشینه محمد رضا طالاقانی قهرمان کشتیه، هر دوشون از جاهلا و لاتای متدین هستن در اون مقطع. یعنی تا حدودی خط خودشون رو جدا میکنن ولی جاهل و لات بودن و اینها یا حاج ماشالله قصاب و خیلی های دیگه که ما میبینیم در مقطع انقلاب اصلا مدرسه علوی، مدرسه رفاه، حفاظت خمینی و همه اینها رو اینها کنترل کردن و حتی کمیته ها رو و بسیاری از اون گروه ها رو اینها را انداختن به نوعی اون گروه های کاریشونو که بعد البته هادی غفاری اینا بهشون میپیوندن. طیفی که به حکومت میاد و الان در حکومت جاهل و لات اسلامیزه شده و ایدئولوژیزه شده ایست که از دل فدایان اسلام و بلوای خرداد 42 در اومده. این طیف دیگه اون طیف جاهل و لات طیبی و شعبان جعفری نیست، طیف دیگریست که خب ما میبینیم که به تدریج از مدرسه علوی اینها، خود خمینی حکم میده به رفیق دوست که بره برای مصادره ثروت ها و بعد بنیاد مستضعفان شکل میگیره. از همونجا این طیف در واقع وارد اقتصاد، ارتش، سپاه و ارگان های دیگه میشه و حضور داره و امروز میبینید که شما آدم هایی مثل اسمار تیخکش رو نمیدونم اینا بودن توی همین این مجموعه که حالا البته من در کتابم به همه اینا پرداختم، یا اکبر خوشکوش و دیگرانی که جز جاهل ها و لات ها اینا بودن، یا بسیارانی از اینا که قتل ها و کشتار دگراندیشان رو انجام میدادن، اون قمه کش ها و چاقو کش های حرفه‌ای که به اون شکل میتونن چاقو بکشن، قمه بکشن، یا تو خیابون هم دیدیم اون گروه های لباس شخصی ها رو. اینها همون طیف جاهل ها و لات های متدینن که اون تغییری رو که من میگم باید توی اینها به این شکل دیدش. امیدوارم تونسته باشم گفته باشم. یقینا این کار کردین، خیلی از شما ممنونم. عرضم به حضور شما که ما تو همون مقطع سال 42 میبینیم که چند تا رو بالاخره اعدام میکنه از جمله طیب حاجزایی. چرا تو اینا اون طیب در حقیقت معروفه؟ علتش چیه؟ اون چرا اون دیستینگویش میشه به قول فرنگی ها؟ چه خصوصیتی او داشت که دیگری نداشت؟ اون چیه؟ در اون چی بوده؟ با توجه به کاری که شما میکنی، کار تحقیق میکنی، چه تفاوتی بین او و دیگری بود که اون رو مستحق اعدام دونستن و دیگری رو مستحق اعدام ندونستن؟ واقعیتش یه چهره شناخته شده و معروفی بود در جنوب شهر تهران و همطوری که عرض کردم من خودم بچه بودم، بودم اصلا اونجا که وقتی فرزند شاه، همین شاهزاده به قول دوستان، متولد میشه چه مراسمی میگیره ایشون در میدان مولوی و همون بیمارستان مادر که شهبانو فرح اونجا برها زایمان میکنه، اون تاق نصرت ها، اون فرش ها، اون وضعیتی که اونجا بود و حتی کلید شهر و شهردار به یک جاهل و لاتی مثل طیب میده و حتی طیب تو اون مراسم نصیری رو میگویند، شواهد بسیاری هست که نصیری بهش چیزی میگه، میخواسته نصیری رو بزنه، یعنی یه همچین موقعیتی داشته. طیب چهره معروفی بود در میدان امین سلطان و به طور کلی در جنوب شهر. دلایلش هم زیاد بود. طیب از جوانی و نوجوانی تو اون محله‌ها به عنوان یک بزن بهادر مطرح بود. خب مثلا بود اون موقع تو جنوب شهر میگفتن کی از همه لاتره، میگفتن اونی که ورزشکارتره، بزن بهادرتره، سفره اندازتره، یعنی سفره داره به قول خودشون و نترسه، چاقو میکشه ولی طرف نمیمیره، به قول خودشون نیش چاقو میزنه و و و یک سری اصلا برای خودشون، من اینا رو تو کتاب آوردم که یک سری معیارایی داشتن که بگن کی گندلاته، مثلا طیب گند جاهل بود، گندلات بود،
بقیه دیگه نوچه و میشه گفت جوجه لات و جوجه اشخلات و تقسیم بندی خودشون. خب طیب معروف بود، طیب مطرح بود، طیب توانایی داشت دسته ای رو سازمان میداد با اون جمعیت. اینها رو حکومت میدونست. طیب در واقع توانایی بسیج میشه گفت نزدیک به صدها نفر رو در یک روز داشت. اونم بر مبنای این ویژگی هاش، اولا همونطوری که گفتم یه دی رو داشت از نظر مالی بهشون میرسید، یه دی رو داشت به هر حال تحت شعا قرار داده بود، برای اونها یک شخصیت کاریزماتیک شده بود. این ویژگی رو طیب در جنوب شهر تهران داشت و به قدری خب این ویژگی مشخص بود که وقتی طیب اختلاف پیدا میکرد با جاهل های دیگه، وقتی با رمزون یخی دعوا میکنن، چاقوکشی میکنن، در سطح بختیار، تیمسار بختیار موقع فکر کنم سرتیب بود یا اون سپه بود، بود اون رو دربار میفرسته که اینها رو با هم آشتی بدن، که عکسش هم هست. یعنی طیب یک چهره میخوام بگم شناخت شده بود. در 15 خرداد هم طیب رسما گفته بوده که از خمینی حمایت میکنه، این رو باز شواهدی هست، ولی خودش بعدا میگه من در اون بلوا در و بسیج بلوا نقشی نداشتم، اونطور گفته بوده این به هر حال سیده و من از این حمایت میکنم و حمایت کرده و بوده و اینا. ولی خب دولت شواهدی داره که اون تونسته بوده صدها نفر رو، حدودا 2000-3000 نفر رو از همون میدان امیرسلطان و میدان شوش و میدان خراسان بسیج کنه به طرف میدان ارج، همه با چوب و چاقو و حتی تپانچه. بنابراین اینها مدارکی بود که حکومت داشت و خب خود طیب هم در واقع کوتاه نیومده بوده. البته حاجی اسماعیل رضایی اون جاهل و لات به اون معنا نبوده، اونم بارفروش بوده تو میدون، ولی به هر حال هیچ هم فکر نمیکرده اعدامش کنه، ولی طیب روی مواضع خودش بوده. منتها حمایت از خمینی رو هیچ موقع رد نکرد و من فکر میکنم به همین خاطر اعدام شد، ضمن اینکه ارادتش رو به دربار و حتی رضا شاه هم تا اون لحظه های آخر پیرنش رو در دادگاه زده بالا و شما عکس رضا شاه رو، خالکوبی رضا شاه رو در همون دادگاه روی سینهش میبینید که نشون میده که در واقع ارادتش هم به اونا هم نشون بده، ولی حمایت میکنه از خمینی و خب اعدام میشه. به نظر من حکومت هم یک سیاستی رو پیش میبرده و اون این بوده که از یک زهر چشمی از جاهل ها و لاتایی که اون حد توان بسیج دارن که در این شرایط میتونن 2000-3000 نفر آدم رو با چوب و چماق و این وسایل بیارن و تأثیر بذارن بگیره، که خب به هر حال دست به اعدام طیب و حاج اسماعیل رضایی میزنه. البته این یه گروه بودن، گرفته بود خیلی هاشون رو میبخشن، ولی این دوتا رو اعدام میکنه که به گمان من کار اشتباهی بود و باعث تقویت جاهل ها و لات های متدین و نزدیکی بیشترشون به روحانیت شد. برای طیب یک همچین موقعیتی رو اون مقطع داشته. متشکرم. عرضم حضور شما که در همین سال 42 که وقتی نگاه میکنی منهای این بخشا، ولی لات ها و اوباش دیگری هم بودن، مثلا دسته ورامینی ها، چماقداران ورامینی که شما همه اونا رو امروز غالبشون رو در سطح وزیر و وکیل و پستای بالای مملکتی میبینی، یعنی اونایی که اون روز در 42 بالاخره باباش، برادرش، نمیم خودش، هر کی پسرموش چماق گرفت اومد تو خیابون، امروز مزدش رو میگیره. اما بازم این پرسش که شما اشاره کردید که منم در اون سوال قبلیم پرسیدم که مثلا این عکس و شاه و رضا شاه و اینا رو می‌زدن رو سینه‌شون تاج که همواره به سینه‌شون خالکویی و رو بازوهاشون خالکویی بود، ولی توی مقطع 57 هم یه چنین حرکتی رو ظاهرا میگن که دستگاه دولت ساواک اینا می‌خواست انجام بده، رفت سمت شهر نو، از آدمای اونجا استفاده کرد، آورد تو خیابون، ولی زورش نرسید. این آیا مربوط به همون علقه مذهبی این لات هاست یا فهم میکنی که چیز دیگه هم توی این ماجرا وجود داشته که
تو 57 نتونست از وجود اینا استفاده کنیم، در حالی که میگن که شواهدی وجود دارد مبنی برای اینکه تلاشی در این زمینه شد که لاتا رو بیارن تو خیابون دوباره مثل 28 مرداد مثلا رفتار بکنن. اونو تو چه کانتنتی شما میتونید تعریف کنید؟ دو تا، یعنی دو گونه روایت در این رابطه هست و گفته ها و اسنادی هم هست. خب یکی این که واقعا رژیم شاه دیگه احساس نمی کرد به جاهل ها و لات ها به اون شکلی که در 28 مرداد مطرح بود نیاز داره، برای اینکه خب شهربانی و ارتش و گارد جاودان و خیلی از این جاهل ها و لات ها رو تو همین گارد جاودان سازمان داده بودن و ساواک و برحال در سازمان امنیت هم بودن. این مجموعه ارگان هایی که حکومت داشت با اون درکی که شاه داشت و اون قدرتی که اسمی کرد، یک مقطعی در واقع مطرح کرده بودن و روایت هست که گفته بود اصلا نیازی نیست که اینها حضور داشته باشن در این مقطع انقلاب و عمل کنن. خود شعبان جعفری در واقع دو روایت متفاوت میگه. یک شم اینو که عرض کردم که در واقع اصلا سراغ اینا نمی اومدن و نیازی نبود. اما روایت دیگه ای هم هست، اخیراً کتابای منتشر شده، که خود شعبان جعفری تلفن میزنه و به بعضی از جاهلا و لاتایه میگه آقا آماده بشید که داره انقلاب میشه و وارد عمل بشید. این تو کتاب اخیراً، یک کتابی در اومده راجع به لوتیا در ایران، خیلی ها اینو نقد کردن از اونایی که به عنوان لوتی تو اون کتاب نام بردن، که خب این کتاب من دارم و این نقل قول ها هستش. بنابراین دو روایت متفاوت هست، ولی در مقطع انقلاب واقعیتش اینه که جاهل ها و لات های هوادار رژیم پهلوی وارد عمل نشدن و دیگه اون سازمان و اون برنامه رو نداشتن. همونطور که عرض کردم، خب میگفتن ارگان های دیگه هستن و یا در اون ارگان های اینا سازماندهی شده بودن. یک گروه از جاهل ها و لات های نسبتا جوانتری بودن که مثلا حسین فرزین یک نمونش بود، یا مرتضی تکیه، یا شاهرخ زرغام، یک سری از این افراد که اینا هم ورزشکار بودن هم جاهل و لات. اینها در واقع به اون معنا اصلا سیاسی یا تمایل به دربار نداشتن، مذهبی هم نبودن، تمایل به روحانیت هم نداشتن. اینها بیشتر تو اون مقاطع اومدن استفاده کردن، بیشتر استفاده هایی میشه گفت از فرصت استفاده بکنه از نظر مالی یا از نظر به هر حال شرایط شرایطی بود که اینا میتونستن بیان و یک میشه گفتم مالی بهتره، شد میخواستم چیز دیگه بگم، ولی مالی یک سودهایی ببرن و یک کارایی بکنن. خب اون دسته از جاهل و لات های متدین در واقع آگاه بودن، چون خودشون هم به هر حال یک همخوانیایی با اینا داشتن، تا آنجا که توانستن این گروه جاهل و لات ها رو جذب خودشون کردن، زود بردن تو کمیته ها یا رفتن قبلا باهاشون صحبت کردن و بردن. اونهایی که اهلش نبودن و دستگیر میکردن و همون اوائل انقلاب از بین میبردن. حسین فرزین جز اولین کسایی بود که اعدام شد همون روزهای اول انقلاب، و بعد خب اون مرتضی تکیه فراری شد. یه سری دیگه هم برحال تغییر موقعیت دادن و خودشون تغییر دادن و وارد کمیته ها شدن و پیوستن به میشه گفت جاهل ها و لات های متدین که برقرار موندن توی اینها. و حتی خود خلخالی یه دوره یک موجی را انداخت برای کشتن چاقوکش ها، که یه تعدادی از همون جاهل ها و لات های قبلی رو که تمایلی به حکومت اسلامی نداشتن و اعدام کرد. بنابراین میخوام بگویم که در مقطع انقلاب دیگه اون جاهل ها و لات هایی که 28 مرداد بودن حضور نداشتن، اگرم داشتن نه اون وفاداری و اعتقاد داشتن و باور رو، و نه در واقع تو در یک موقعیتی بودن که بتونن عملی رو انجام بدن. و خب برای همطوری هم که گفتم رژیم شاه هم نشون داد و تمایلی نداشت که از اونایی که وجود دارن استفاده بکنه، چون میگفت ارگان های و اقنوم های بهتری رو داره. در یک همچین وضعیتی اون مقطع جاهل اولاتا میشه گفت که حضور داشته.
ممنون و سپاسگزارم. عرضم به حضور شما که مطلب آخر که دارم میخواد که یه قدری بیایم از این فاز بیرون و از شما اجازه بگیرم که چون فرصت چندانی هم نیست یه تحلیلی بکنیم از شرایط امروز. دارم میخواد که تو این زمینه هم نظر شما رو جویا بشم و من اخیرا شروع کردم به اینکه از دوستان دو تا پرسش رو مطرح کردم. مطلب اولین هستش که این شرایط امروز رو چجوری میبینی؟ این دعواهایی که وجود دارد، نامه‌ای که دادم زن هاشمی رفسنجانی نوشته است و یا به هر حال وضعیت پسرش، جوابایی که حسن روحانی میده نشان میدهد که خامنه‌ای در حقیقت از اون قدرت سابق برخوردار نیست. نمیشود گفتش که زور روحانی، به نظر من نمیشه بگی زور روحانی از زور خاتمی بیشتره یا خاتمی چطور تر بوده. فکر میکنم طرف مقابل ضعیفتر شده، بنابراین این بده هم معتقدن که این جنگ و دعواها همیشه در پیش از انتخابات، شما شاهد این نوع لشکرکشی ها هستی، برای تضعیف طرف مقابلش دستای همدیگر رو رو میکنن. ولی این با به خاطر این ماجرای قطعنامه و نمیدونم توافق هسته‌ای و هر چه اسمی که دارد و این سوال اساسی که حتی بین خودشون مطرح است که چطوری کره شمالی توانست و ما نتوانستیم، یا این حرفی که چه میدونم همین عزیز جعفری میگه که این غربی ها از زور و بازوی ما ترسیدن، از نیروی انقلابی ما ترسیدن، بحث دیپلماسی نبود بلکه اینا از زور بازوی ما ترسیدن، اینا رو چجوری تعریف میکنی؟ این میخوام این ببینم که نگاه شما به صحنه چگونه است تا اون پرسش دومم بتونم تو همین زمینه مطرح بکنم. من خب همون دیدگاه رو دارم که غالباً حکومت اسلامی و حکومتیان قبل از هر انتخاباتی، ما دیدیم که به گمان من یک معرکه یکسانی را میندازن. شما انتخابات قبلی را هم نگاه بکنید، یک بخششون چهره دموکرات به خود میگیرند و نشون میدن که خواستای یک سری تغییرات به قول خودشون دموکراتیک هستن و یک بخششون نه. این بازی است که در واقع دستی است که ما رو شده و خوندیم در هر انتخاباتی بوده. آقای احمدی نژاد قبل از انتخابات شما یادتون هست که چه دموکراتی میشه، که امروز آقای روحانی به گرد پاش هم نمیرسه و بعد دیدیم بعد از اینکه انتخاب شد همون سیاست معینی رو که یک پارچه هست و اینا پیش بود، بنابراین نمیشه اعتماد کرد. الان هم بحث حزب سازی که اصلاح طلبان دارن حزبای مختلف میسازن، امروز این دستگیر میشه اون دستگیر میشه، روحانی اینو گفته، یا همین سخنرانی اخیر آقای خامنه ای رو توجه بکنید بهش در رابطه با توافق هسته ای، یا اصلا ما میبینیم که چقدر مزورانه و زیرکانه اما خب روشنگرانه با مسائل برخورد میکنه. بنابراین من نظرم این هست که نمیتوان اعتماد کرد به این گفته ها. معناش این نیست که بین اینا اختلاف نیست، ولی اختلاف بنیادی و ریشه‌ای نیست. یعنی اینها در واقع زرنگتر از این هستند و شدن که ما تصور میکنیم. اینها میدانن که چگونه سیاست کنن و چگونه بتوانن بر بستر روانشناسی اجتماعی مورد نیاز خودشون سوار بشن. این رو ما قبل از هر انتخابات دیدیم. اما همونطوری که گفتم به هر حال در درونشون اختلاف هم هست، بیشترم دعوا بر سر تقسیم قدرت هست نه بر سر دموکراسی و مردم سالاری. دیدید که آقای خامنه ای مطرح میکنه که درستم میگه، همه اینا مجلس خبرگان و تجلی مردم سالاری دینی و اسلامی میبینن و تجلی ارزش ها و احکام اسلامی. حالا یه سری کلمات هم آقای خامنه ای گفت که خیلی بامزه بود، مثل انزال سکینه فلان از این حرف ها، که خب سواد کلمه ما رو هم زیاد کرد. ولی میخواهم بگویم که
در واقع من اون دیدگاه رو قبول دارم و اینکه خامنه ای ضعیفتر شده نشده یا جناهای دیگه در چه موقعیتی هستن، من قبل از انتخابات ها به هیچ کدوم از این در واقع تغییرات و دگرگونی ها نمیتوانم باور کنم، برای که تجربه به ما نشون داده و فی الواقع اینها یه هدف معینی رو دارن، بر سر اون با هم توافق دارن و اون رو پیش میبرن. منتها از مظاهر دموکراسی غرب که این هم بهش فوش میدن، در راستای رسیدن به هدف خودشون استفاده میکنن، مثل مجلس، مثل قوه قضاییه، مثل قوه مجریه، مثل رسانه ها و دیگه فاکتورهای دیگه. بنابراین من همین گونه فکر میکنم این تغییر تحولات رو باید پیگیری کرد. از نظر ما اپوزیسیون باید مورد توجه قرار بگیره، برای سیاست خیلی باید دقیق بهش نگاه کرد، ولی اینکه بخوایم حساب روش باز بکنیم و بخوایم دنبال تغییر بنیادین از این دعواها باشیم، من چنین اعتقادی رو ندارم. بنابراین یه جوری پرسش دوم من معلق میمانم، ولی بذارید از منظر دیگه ای به صحنه نگاه بکنیم. وضعیت معیشت مردم است و اینکه بالاخره این شرایطی که به وجود اومده، قیمت نفت نمیدونم هر روز داره پایین تر میره و اینا یه بودجه نمیدونم 80-90 دلاری برای نفتشون بستن و با فرض اینکه این پولی که قرار است آزاد بشه، حالا فرض کنید 50 میلیارد هم الان اینا آزاد کردن به اینا دادن، و با توجه به این همه یغلایی به دستی که پشت در وایسادن، گشنه ها مثل حافظ اسد، مثل حماس، مثل حزب الله، مثل بوکو حرام، مثل خیلی جای دیگه، مثل این 24 نفری که در کویت امروز دستگیر کردن یا اعلام کردن که با دیپلمات های ایران در ارتباطن، بالاخره وضعیت اقتصادیشون و این حرفی که اون آقای حزب کارگر اسلامی کمالی از حزب اسلامی کارگر میگوید که سیاست اقتصادی این آقا درست همون سیاست های اقتصادی احمدی نژاد است، بها اینا رو به یه مکان بدی داره هلشون میده. و اینکه اوباما هم مرتب میگوید که ما در انتظار تغییر هستیم و اینا بایستی که سیاست شروع تغییر بدن، اینا رو که وقتی کنار هم دیگه قرار میدی، وقت وضعیت رو چجوری ارزیابی میکنی؟ منهای این دعواهایی که ممکن است مرتبط باشد، که البته باور بر این استش که هر دو اینها، یعنی هر دو گروه های نمیدونم تندروان، شروع، هرچی اسمشون هست، اینا هر دوشون حفظ نظام اوجب واجبات است، بنابراین اون رو میفهمیم. ولی این ظرف اقتصادی و این شرایط که وجود دارد، این رو به سمت اعتراضات عمومی هل میده ظاهرا. خواستم ببینم که اینو چجوری تعریف میکنید. من گمان میکنم به هر حال تصویری که ما از وضعیت مردم در ایران داریم، خب یه کمی گاهی من تناقض توش میبینم. واقعا یک سری مسافرهایی که میرن ایران و میان، البته جاهای خاصی میرن، یک تصویر دیگه ای از وضعیت اقتصادی مردم میدن. خبرهایی که ما دریافت میکنیم یک تصویر دیگه ای هست و واقعیت هم باید در واقع تصویر خوبی نباشه در حوزه اقتصاد و در حوزه مسائل دیگه. میتونه مشکلات اقتصادی در جامعه ما وجود داره، مشکلات اجتماعی وجود داره. خب حکومت میبینیم که سرکوب میکنه، مسئله اختناق، خیلی از مشکلات دیگه وجود داره. اینها میتونن عواملی باشن که در واقع زمین ساز یک سری جنبش هایی رو فراهم میکنن، ولی واقعا در شرایط موجود با توجه به سرکوب حکومتی، با توجه به سطح آگاهی و شعور اجتماعی در بخش بزرگی از مردم و همینطور فقدان احزاب و جریانهای سیاسی صنفی و دموکراتیک، خب کار رو یه مقداری مشکل میکنه. واقعا جنبش های مدنی، البته در جامعه ما جنبش مدنی جاریست، جنبش زنان، دانشجویان، کارگران، اهل قلم،
خب تابلو مشخصی ندارن ولی واقعا به شکل تشکلهایی عمل میکنن. ولی چه حد اینها میتوانند تأثیر گذار باشند که بتوانند یک تحولی در جامعه ایجاد بکنند، من واقعا اطلاعات دقیقی ندارم. آنچه که میتونم بگم این هستش که حکومت اسلامی تو این 36-7 سال خیلی شانس آورده. حالا شانس شاید در معنای متافیزیکیش بشه مطرح کرد، ولی ببینید بحران‌های جهانی، بحران‌هایی که در منطقه وجود داشته همیشه به نفع حکومت اسلامی شده. امروز شرایط که در اطراف کشور ما هست، ببینید این مسئله سوریه، مهاجرت ها، این تصاویری که نشون داده میشه، تصاویر هولناک، این وضعیت عراق، وضعیت افغانستان، وضعیت سوریه، وضعیت نمیدونم فلسطینی ها، لبنانی ها و خیلی جاهای دیگه، در واقع این باعث شده که حکومت اسلامی یک نفسی بکشه. یعنی به لحاظ روانی در چارچوب روانشناسی اجتماعی واقعا طوری به مردم تلقین بکنه، این توده یشته روانشناسانه ای که ببخشید میخواد که ببینید مملکت ما در این مجموعه از چه موقعیت و امنیت خوبی برخورداره. بنابراین این فاکتورهای مختلف رو باید دید که وضعیت یعنی به سود حکومت اسلامی تموم داره میشه، با اینکه خودش نقش داشته در بروز این بحران. بنابراین من به این که در واقع یک جنبش های اجتماعی، یک جنبش های توده‌ای یا جنبش های مدنی بتوانند تغییراتی در اون جامعه ایجاد بکنن خوشبین هستم و واقعا هم جامعه ما جامعه اتفاقای ناگهانی در این زمینه ها بوده. ولی اینکه من الان بارقه هاشو بگم لااقل من میبینم چنین چیزی نیست. امیدوارم من اشتباه بکنم و به ویژه در شرایط کنونی که باز مسئله انتخابات و اون معرکه ها و اون بازی ها تر میشه و همینطور مسئله منطقه ای، ولی ناامیدم نمیتوان بود به اینکه این وضعیت موجود به هر حال بخشی از توده های آگاه و جنبش های مدنی آرام و ساکت نخواهند نشست در قبال این مجموع مشکلات که وجود داره. و بعد پرسش نهایی این استش که میریم رو بحث آسیب شناسی و اینکه به حال بس این استش که تا یک جانشینی نباشد، یک آلترناتیوی نباشد، هیچ وقت اتفاقی نمیفته. یکی از دلایل خود خامنه ای هم اذعان داره به این موضوع که تا زمانی که ما آلترناتیو نداریم ما سر جا نشستیم. اگر به توطئه و غرب و اینا هم باور داشته باشی، خب اونا هم بایستی یه جریانی وجود داشته باشه که از دلایلی که اسد همچنان بر سر کار است میکوبه وحشت از جانشینشه، نمیدونن که چه جانشینی رو میخوان تعیین بکنن. با توجه به تجربه‌ای که در افغانستان و عراق و لیبی پدید آمد نمیدونن که چه باید بکنن. ولی مثلا شما همینو توی فرض کنید که مملکت تونس دیدیم که با چه سرعتی که بن علی رفت ولی شرایط تغییر کرد و به نفع مردم شد. حالا شاید به خاطر حضور مستمر و دائمی فرهنگ فرانسوی در اونجا و ارتباط این دوتا ملت با همدیگه که فاصله کمی با همدیگه دارن و حضور میگم فرهنگ فرانسوی شاید به اونا کمک بهتری تو این زمینه کرده. ولی این نبود جانشین، نبود آلترناتیو به حال یکی از دلایلی است که این نظام رو تا امروز سرپا نگه داشته. من پرسشم از شما این خواهد بودش که چرا این آلترناتیو با توجه به تجربه‌ای که ما داریم از دوران پس از انقلاب که دو ماه دیگه اینا میرن و نمیدونم این عید به ایران میریم و عید دیگه در ایران خواهیم بود و ماجرای زنده یاد بختیار و شورای ملی مقاومت و بنی صدر و همه این حرکت هایی که دیدیم چرا شکل نمیگیره؟ علتش چیه؟ چرا نمیتونه این شکل بگیره؟ و همه راجبه این که باید بشود نمیدارم ما باید بکنیم، ولی اون ماه پیدا نیست که اون ماه کیان چیان
چی میبینی؟ اینو این در حقیقت پرسش اینه که اون آسیب شناسیش کجاست؟ چرا اون ما که همه راجب اون ماه حرف میزنن، اون ماه معلوم نیست کجاست، کیه، چیه، چرا نمیشود؟ در رابطه با پاسخ به این چرایی، خب میدونید که واقعا خیلی ها نوشتند، گفتند و مؤلفه ها فاکتورهایی رو نشون دادن که خب چه عواملی باعث میشه که در واقع نتوان یک آلترناتیو و یک جایگزینی در قبال یک حکومت دیکتاتور و مستبد شکل داد. خب دلایل مختلفی مطرح شده، ما البته دیگه خودمونم تجربه کردیم اگر قبلا اون رو میخواندیم. خب یک سری فاکتورهایی هست که باید اونها رو هم دید، مسئله اختناق، مسئله سرکوب، مسئله اون استبدادی که در جامعه ما وجود داشته، یک سری مسائل اونگونه ای رو ما باید در نظر بگیریم و وجود داشته و الان داره. در داخل خود ایران شما توجه بکنید که شرایط داخل ایران چقدر سخت هست برای اینکه بشه یک جریانی رو شکل داد که خواست و رفتاری خلاف رفتار خواست و رفتار حکومت داشته باشه، به راحتی سرکوب میشه. و ما دیدیم که حکومت اسلامی حتی خودی های خودشو، یعنی کسانی که درون خودش بودن رو نتونست تحمل بکنه، مثل حتی موسوی و کروبی رو که از خودشون بودن و هستن. بنابراین یکی این که چرا شکل نمیگیره، مسئله اختناق و سرکوب حکومت اسلامی رو در اشکال مختلف باید دید. اون فاکتور بسیار مهمی است در داخل کشور. و خب ما دیدیم در داخل کشور علارغم وجود یک چنین شرایطی، باز هم جنبش های مدنی و حرکت های بوده و خواهد بود. این خیلی طبیعی است. یک فاکتور این، یک عامل این هست. عامل دیگه هم واقعیتش سطح آگاهی و شعور مردم جامعه ماست، بخش اعظمش، و بافت جامعه ما که یک بافت مذهبی و عقب مانده هست، و خود حکومت ها در این که چنین وضعیتی بمونه و این بافت حضور داشته باشه نقش داشتن و نقش دارن. خود همین وضعیت تا حدودی باعث میشه که اون آلترناتیو شکل نگیره و اون در واقع توده روانشناختی و اون تودهی که به راحتی تلقین پذیر هست، و ما دیدیم همین در انتخاباتی هم که اشاره کردید که چگونه این سو آن سو میشه بدون اینکه بیاندیشد، خب اون یکی از عواملش هست که آلترناتیو شکل نمیگیره. یه بخشش این هاست، یه بخشش برمیگرده به نیروهایی که خودشون نیروهای اپوزیسیون میدونن، نیروهای مخالف میدونن، نیروهای دموکرات میدونن، نیروهای مردم سالار و آزادی خواه میدونن. تو این طیف هم ما دیدیم که چه اشکالات عدیدهی وجود داره. مسئله فرقه گرایی، سکتاریسم، مسئله همین در واقع هیچ تحمل، در واقع عدم تحمل دیگری و نزدیک نشدن به هم، و این که در واقع دنبال اشتراک ها نبودن، دنبال افتراق ها بودن. یک مجموعه بزرگی رو از این رو، من نمیخوام الان وقت نیست بگیرم وقت رو، توی خود نیروهایی میشه دید که میگوین ما نیروهای اپوزیسیون هستیم با ادعاها و میدونید نسبتهایی که به خودشون میدن از دموکرات بگیرید تا غیر و زالک. بنابراین دو جانبه هستش و این دو طرف عواملی عمل میکنه، فاکتورهای عمل میکنه که اون جایگزین و آلترناتیو تا به حال نتونسته شکل بگیره. بنابراین من فکر میکنم خب قدم اول این هست. از اون طرف و مسئله استبداد یا آنچه که عرض کردم، شعور اجتماعی جامعه و سطح آگاهی مردم، خب یک مسائلی هست. ولی از این ور لااقل نیروهایی که مدعی هستن میباید فکر کنن و تا حدودی فاصله گرفته بشه از این فرقه گرایی، سکتاریسم، این آلودگی در واقع نیروهایی که خودشون مردم سالار میدونن. امروز ما در خارج کشور لااقل خود من میشناسم کسانی که
علمدار مردم سالاری و نمیدونم خیلی از این بحثای آگاهی دادن و شناخت دادن و اینا شدن، که خب تجلی شارلاتانیزم سیاسی هستن و مسائل دیگه. یعنی خود نیروهایی که میخوان شکل بدن جدا از تفکر یک نوع آلودگی و یک نوع مشکلاتی دارن که میباید با این مسئله برخورد بکنن و تا حدودی بتوانن گام بردارن برای اینکه اون جایگزین رو شکل بدن. خیلی ها در واقع با حسن نیت با این مسئله در خارج کشور برخورد میکنن، ولی واقعیت سختتر و قویتر از اون چیزیست که ما تصور میکنیم. کما این که میبینیم هیچ نیروی جایگزینی ما الان برای اون حکومت لااقل حتی به طور سمبولیک در خارج کشور نداریم. در داخل کشورم همونطوری که گفتم طبیعیست با اون مشکلات نداشته باشیم، که من امیدوارم در آینده بشه برای مشکلات فائق اومد. من خیلی خلاصه سعی کردم به این سوال پاسخ بدم، البته جا داره بیشتر باز شه، ولی برمان امیدوارم که تونسته باشم پاسخ باشم. ممنونم از شما آقای دکتر نقره‌کار، سپاسگزارم. تلاش خواهم کرد اگر بشود یک برنامه رو تدوین کنیم، یه جوری بشه پنلکی درست کرد و از شما بزرگان دعوت کنیم که در این پنل شرکت کنید و بیایم راجع به این آسیب شناسی حرف بزنیم و ببینیم که واقعا مشکل اساسیش کجاست و چرا نمیشود. اونچه که معلومه اینه که شرایط عینی به ما نشان میدهد که توده مردم از شرایط موجود، چه از باب معیشت، چه از باب رفاه اجتماعی یا همون سوشال سیکیوریتی محرومند و به حال فقدان آزادی ها، اینا همه مردم رنج میبرند. و شما به درستی اشاره کردی که این نظام همواره تا اینجا نشون داده که یه شانسایی رو داشته و همیشه قصر در رفته. حالا چه چیزی باعث اون شانس ها بوده خودش هم یه سواله. ولی از حضور در برنامه نهایت سپاس رو دارم، از مهری که به ما داری ممنون و متشکرم، از اینکه دعوت ما رو پذیری در این خانه کوچک ما هم شرکت میکنی از شما ممنونم. اجازه میخوام که به ما در حقیقت رخصت بدی در فرصت دیگر تو این زمینه با هم بیشتر گفتگو کنیم. ممنونم آقای نقره کار از حضور. با کمال میل و من هم از شما تشکر میکنم. ممنونم. به هر حال گفتگوی با آقای دکتر مسعود نقره کار، امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشد. اگر این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده، اسالوت کن که لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس برای سایرین هم بفرستید. به فیسبوک ما بیایید، آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/mihantv1. الو جانم، برنامه هم تموم شد عزیزم. نه بله، اجازه بدید خداحافظی کنم، بعدا با شما حرف بزنم. باشه. بله، آدرس فیسبوک ما بیا، آدرس فیسبوک ما از facebook.com/mihantv1. خوشحال خواهم شد که پذیرای شما در صفحه فیسبوک خودمون باشیم. آدرس ما در توییتر هم همون میهن تیوی عدد 1 هست. از کاوه نازنین در سایت مردمریپورت.net نهایت سپاس دارم که لینک های برنامه رو بعضا در سایت پر مخاطب خودشم قرار میده. شما رو دعوت میکنم که به سایت مردمریپورت.net برید، خبرها رو اونجا این جوان برای شما تهیه کرده قرار میده. ویدیوهای مرتبط رو، فارغ از اینکه این ویدیو متعلق به کدام صفحه تلویزیون باشد، کدام رسانه باشد، به هر حال کاریست کارستان. ازش قدردانی میکنم. از همه شما یاران هم سپاسگزارم. آخر هفته ای پر از شادی و سلامتی براتون آرزو میکنم. متشکرم از اینکه یک هفته همراه ما بودید. ممنون. مرسی.